کمیدونا رو بذار پایین و برو دیگه باهات کاری ندارم. اعتراض میشه خانم. دکتر آنسلمی تلفن. بسیار خوب خانم، گوش خدمتتون. آقای رئیس، خانم فرتی میخوام با شما صحبت کنن. من قبلا بهشون گفتم که بله. الو. بله بله خانمم. متاسفانه چیز دیگه ای به غیر از اونی که منشمون گفت نمیتونم بهتون بگم. فعلا که جای خالی نداریم. بله. بله تا 15 ماه آینده اصلا جای خالی نداریم والله. اختیار داریم. هر کاری از دستم بر بیاد براتون میکنم خانم فرتی. این حرفا چیه؟ ببینید خانم عزیز، امروز با وجود 4 تا کنگره‌ای که داریم حتی یه دونه اتاق با حموم نداریم، ولی به محض اینکه خالی بشه بهتون اطلاع میدم، خاطرتون جمع باشه. بله بله، خواهش می‌کنم خانم عزیز. معذرت می‌خوام. فرمایشی دارین؟ من یه سویت با تلویزیون می‌خوام. همونطور که شنیدین هتل فعلا تکمیل خانم عزیز، واقعا متاسفم. میتونم یه تلفن بزنم؟ مسلمه، کابینا فعلا همشون پرن، ولی میتونین از این تلفن استفاده کنین. فرانسونی تلفن چرا وایسی نگاه می‌کنی؟ بله خواهش می‌کنم خانم. متشکرم. عشق تو. آره اینجا میگن که اصلا اتاق خالی ندارم. رئیس اینجا خودش به من گفت. تو میخوای باش حرف بزنی؟ میبینمت. گوشی رو میدم. بفرمایی. الو. چی؟ اوه شما این علی جناب، چه افتخاری. چه خدمت میتونه براتون انجام بدم قربان؟ بله بله. مسلمه، متوجه هستم علی جناب. بله متوجه. متاسفانه این روزا خیلی سرمون شلوغه. ولی واسه برادرزاده شما هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. مطمئن باشید. مسلمه. تشکر از بنده علی جناب. خیالتون راحت باشه قربان. واسه برادرزاده شما هر کاری که بتونم انجام میدم. تشکر می‌کنم. قربان شما. کوچیکی شما. قربان. دنبال من بیاین مادمازل. متشکرم. از این داره. پاردون مادمازل. جز این چاره‌ای نبود. می‌بینید معمولا من از این اتاق به عنوان دفتر استفاده می‌کنم. ولی میرم فوراً خالیش کنن که شما بتونید با خیال راحت توش استراحت کنید. خوبه. چمدونای خانم رو بذارین اینجا. فقط چند دقیقه کافیه تا من اینجا رو جمع جور کنم مادمازل. ببینم آقا، چرا شما منو به فرانسه خطاب میکنی؟ اسم من کاملا ایتالیاییه، میدونین. اسم زشتم نیست. اسم من اینو چنز. تو دیگه برو. من میخوام هرگز اجازه نمیدم که به دختر خانم محترمی مثل شما انقدر نزدیک خودمونی بشم. ولی اگه اجازه میدین اینجا رو مرتب کنم مادمازل. بس دیگه، اینقدر ادب و نزاکت به خرج ندی. چی گفت که میتونم به تو اعتماد کنم؟ درسته. اون خوشش میاد اینجوری صداش کنم، مخصوصا وقتی تنها هستین. پاردون. نکنه دیروز به دنیا اومدی، یا نکنه از زن زیاد خوشت نمیاد ها؟ خب شاید به نظر شما یکم قدیمی باشم، ولی منظورم اینه که من از بعضی کلمات چطوری بگم یکمی ناراحت میشم. دنیا روز به روز به پیش میره، ولی من همینجوری درجه میزنم و عقب مونده. به اجورنتی استلاسا e fondo presto per metterti naftalina. Magari ce l'avesse il Cicci, il fisico che c'hai te. Oh, non esageriamo. Lei mi lusinga veramente, signorina. Dovresti vedere il Cicci nudo. Francamente, finora purtroppo me ne è mancata l'occasione. Non hai perso un granché? Come numero di striptease lascia desiderare, specie sotto il profilo della pancia, vero? Mi dai la vestaglia? Prego. Vorrei la mia vestaglia che sta dentro la valigia. Quale? Quella di cuoio marrone. Sì, questa. Devo aprirla? Ma naturale. Pensa che il suo grande divertimento è lasciarmi dappertutto il segno dei denti. E magari fossero i suoi, ma che, alla dentiera. Ma l'hai trovata, sta vestaglia? Sì, la sto cercando. Metola, tu senti che tu non sei venuto tutto. Albatè, Zana. Mi sono amana, bevina. Albatè, che non rahat nemici. In hush. Belli. چیزی ندارم بگم، قشنگی. باید منو ببخشیم. میدونی یکی از اون آدم هایی که ندارین که توضیح بدین. میدونم منظورتون از این حرف چی بود. خب تبریک میگم، این زن واقعا خوشگله. بودش. اوه اگه بدونی چقدر متاسفم، نمیخواستم شما رو ناراحت کنم. اختیار دارین، شما که از زندگی من چیزی نمیدونستید. به هر حال شما اون خیلی خوشگله. راست میگی؟ والا متاسفانه دیگه باید برم. خیلی دلم میخواست اینجا بمونم، ولی ساعت 5 باید برم سر ایستگاه اتوبوس. باید یک نفر ببینم. آخه منتظر کسی هستم. منتظر کسی؟ منتظر کی؟ نه، یکی از فامیلای نزدیکم، خواهرزاده زنمه. حتما مثل این خوشگله. ها؟ نه نه، غیر ممکن، غیر ممکن. منم با تو محبتم. من اگه بودم بهش میگفتم. Thank you.
مادمازل واقعا خوشحال شدم که تونستم کمکتون کنم. مثل که اون یارو خیلی مزاحمتونه، بله؟ آره، از این مزاحمای ولگرد زیاد پیدا میشه. دفعه اولتونه که به تنهایی مسافرت میکنه. همیشه یکی همراهم بوده. میلان زندگی میکنی؟ نه، تو سومه پیش خواهرای روحانی بودم، هیچ وقت اینجا نیومدم. فقط یه چند روز تورینو مهمونه یکی از همکلیسیای قدیمم بودم. من متاسفانه یتیمم. تو میلان یکی از اقوام نزدیکم زندگی میکنه، یعنی شوهر خواهر مادرم. آخه خاله من مرده و شوهرش تنها زندگی میکنه. خیلی زنشو دوست داشت و این تنها فامیل من تو دنیاست. اون فقط واسم مونده. فکر کنم تو ایستگاه اتوبوس منتظرتون باشه. البته، ولی فکر کنم براش سخت باشه که منو بشناسه، چون آخرین دفعه‌ای که منو دید فقط 10 سال داشتم. بازم میتونم ملاقاتتون کنم؟ تو زندگی همه چیز ممکنه. شوهر خالم تو خیابون ولام بروزا شماره 5 زندگی میکنه، توی ویلای کوچولو یکم بیرون از. اسمم فرانکوئه، فرانکو سالو. منم دانیلا. حالا که فکرشو میکنم بعدم نمیاد دوباره ببینم. چقدر حیف شد که رسیدی. دلم میخواست این مسافرت تا بی نهایت طول بکشه، ولی قول میدم در اولین فرصت بیام سراغتون. آدرس یادتون هست یا فراموش کردی؟ خیابون ولام بروزا شماره 5. سوهن یاد باشی. خب دیگه، با امید دیدار داریم. خودت است فرانکو. سلام، من اینجا. نه، امکان ندارد. لورا. لورا. اسم من لورا نیست، اسم من دانیلا است. به این زودی فراموش کردی؟ نه، ولی این غیر قابل باوره. واقعا که جالبه، درست شکل خالتی. این عجیب نیست که آدم به خواهر مادرش شباهت داشته باشه. نمیخوای من یه ماچ بکنی؟ چرا، حتما. یالا زود باش، تکون میخور، چه میدونم فردا میرسن. میدونی اگه تمام این شهر رو از نزدیک نبینم از غصه میمیرم. ماشینم اینجاست، برو سوار شو. تورا خوش گذشت؟ تمام راه سرپا بایستده بودم چون جای خالی وجود نداشت. ولی مثل که بهت بد نگذشته، با یه نفر سرگرم بودی. راسته ببینم اون مرده کی بود؟ یه آدم معمولی، از همونایی که تو مسافرت آدم باهاشون آشنا میشه. ناراحتت کرد؟ یعنی منظورت اینه که انگولکم کرد؟ درسته. من خوب میتونم به تنهایی از خودم دفاع کنم. میدونی تو کالج که بودیم خواهرای روحانی بهمون درس کاراته یاد دادن. خواهرای روحانی کاراته باز؟ تو این زمانه واقعا لازمه. تازه ژیمناستیک واسه دخترها خیلی خوبه. عقل سالم در بدن سالم. درست میگه؟ کاملا درست میگی. پس در این صورت من درس خوبی یاد گرفتم. مسلمه. زندگی امروزه پر از خطره، مخصوصا که یه دختر تنها باشه. ولی خودم مواظبت هستم، اصلا ترسی نداشتم. این هاش دیگه رسیدیم. امیدوارم اینجا بهت خیلی خوش بگذره. بیا پایین. خونه من اینه. خوشت میاد؟ خیلی قشنگه. چشمات قشنگه، بریم تو. خدای من، نکنه تمام این شامپاینا رو خودت به تنهایی میخوری ها؟ خوش بگذره نه؟ من چه اونا رو نخوردم.
مال آتنیه، یه خرمونچه همین نزدیکی ها زندگی میکنه. اون فقط به خاطر زنها زندگی میکنه. پس یه کازانوواست، باید جوالی باشه. باید ازش پرهیز کرد، ازش دوری کن جانم. دوستی با اون به درد تو نمیخوره. بیا بریم. دانیلا، چرا اون سفر برداشتی؟ این موزیک مال عصر حجر بود. نمیدونم کجاش خنده در بود، آهنگ قشنگی بود، تازه. ولی این فقط به درد آلبوم یادگاری میخوره. ولی خاطرات خیلی اهمیت داره. برو بابا، پیرت میکنن، چسبیدن به گذشته رو آینده آدم اثر میذاره، بدون اینکه بذاره حتی در زمان حالم زندگی کنی. اینو کرواک گفته. اینجوری ور دیگه چی باشه؟ یه نویسنده جدید آمریکایی. اینم تو کالج بهت یاد دادن؟ تو کالج خیلی چیزا به آدم یاد میدن. اگه آدم به تنبلی ادامه بده، لقب به بخت خودش زده. آه، پس در این صورت بنده یه عقب مونده. آه، منو ببخش، به این زودی میری؟ آره. یه گروه آدمای خیلی مهمن که از روم میان به هتل من. ای، صبر کن. این آقای رئیس جلوی آدمای مهم باید از هر نظر سر و وضعش رو به راه باشه. بگو ببینم، آخه چرا یک رابط جوان‌تر با رنگای زنده‌تر نمی‌زنی؟ این کار دیگه از من گذشته. امشب منتظرم نباش، دیر برمیگردم خونه. فردا آزادم، میتونیم تمام روزو با هم باشیم. ازت ممنونم، تو فردا خوش بگذره. شوالیه؟ آه، منو ببخشین، هنوز تو خونه این؟ منو ببخشید شوالیه. دانیلا، این ماریتا زن خوبیه و کارهای مربوط به خونه رو انجام میده. ماریتا، این خانم اسمش دانیلا است. خوشبخت. سفرش نمی‌کنم دیگه. خودتون راحت نکن شوالیه. خب، پس من میرم. یه لحظه لطفاً. راحت باشیم. همین الان مرخصت میکنه. یه فرمالیته کوچولو موچولو. چقدر باید بسلفم؟ 3000 تا. 2000 تا بیشتر نمیدم، اگه پول علف خیرسه. بیا بگیر. برو خوش باش، برو دیگه این طرف رو نبینم. گفتی خیلی کمه ها؟ مگه من آوردی کره مریخ که میخوای اینقدر کرایه بگیری؟ عجب راننده های پررویی پیدا میشن ها؟ برو خوش اومدی. مامانی زود باش، حاضر شد دیگه. اخ، دستم سوخت. برو بابا، از خیرت گذاشتم، دستم جزغاله شد. حالا با این دست سوخته چجوری کفشام واکس بزنم؟ قدیما یادش بخیر کفشامونو با توف براق میکردیم، حالا با این موادای جدید که در اومدن اینقدر براق میشن که اگه خودتو توش نگاه کنی از ترس زهره ترک میشی و مرتب توف میکنی تو صورتت. آخه اینم شد زندگی. Thank you.
اوه سانتا بولندا. ما کیه؟ وای مامان جون چی گرم میبینم؟ خوابم یا بیدار؟ مثل سیبی که از وسط نصف کرده باشن. اخ دارم خواب میبینم، درست مثل اونی. وای خدا بگم چی کارت کنه، اینقدر حواسم پرت کردی که قهوه گل گل جوشید. خدا جونم درست مثل سیبی که از وسط نصف کرده باشن. خیلی خب، حالا دیگه نوبت تو اماریه. تو میتونی به من بگی این همه لباس تو این کمد چی کار میکنن؟ کی اینو رو تن میکنه؟ آه هیچ کس تنش نمیکنه، ولی شوالیه نمیخواد کسی به چیزی دست بزنه. باید مرتب تظاهر کنیم که زنه زنده است. خیلی اونو دوست داشت بیچاره. ممکن اشتباه کنم، ولی مثل اینکه اینجاشو اجاره داده، اینطور نیست. تمام مردا یکم خلن، اما آقای ریکاردو از اینم دیوونه تره، ولی صورتش زنده است. این ریکاردو دیگه کیه؟ آقای آتنی، یه خانم. اوتا که ابیتانه لمنسردا د فرونت. مکی، quello delle bottiglie di champagne. Le ha viste anche lei, eh? Quello sì che se la spassa. È uno che ci sa fare con le donne. Voi ne as cujo mi doni? Ne mi donam, io e Giuseppe doram, io na. Mi doni, ma doctora, io torno, io che amza, buono mon lacche. Mi doni, asla, ne mi doni, 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 ne خب حالا تعریف کن. میدونیم شاید دیگه خیلی جوون نباشه، ولی خیلی جذاب و شنگوله. به همه جای دنیا پرواز میکنه و یه مقاومت عجیبی داره، نه فقط در مقابل پرواز. دست کم هر شب یه نفر رو به طور این قطعون دو تیزونه درست زنها رو یواشک میاره خونه. فکرشو بکنین تا حالا هیچ کسی نتونسته ببینه و ببینین چقدر کارش درسته. و بعدش خودتون حدس بزنین. منو ببخشین اگه بیام در بچه هم ناراحت نکن، من که دیروز متولد نشدم. یالا حقیقتو بگو، تا حالا با تو روبرو شده؟ راستش یه روز داشتم ملافه ها رو پهن میکردم و من نمیدونم چجوری یه دفعه پشت سرم بود. منظورم اینه که آقای ریکاردو بود. من بهش گفتم چطور شده اومدین رو تراس؟ و اون جواب داد منو نسوزون دختر کوچولو. من چیشو سوزوندم نمیدونم، به هر حال اون با پررویی تموم دستشو گذاشت پای من درست همینجا. من گفتم آقای ریکاردو چی کار میکنی؟ و اونم با یه جست مردونه جواب داد دارم بازرسی میکنم به خاطر امنیت، شاید توی دوز هواپیما باشی. سر اونا دیروت تریچه این تانتو کمیچه و موور لدیتا این تومد. الو ما چی کار داری؟ مرد ماجرا آخه چی لعنت بر شیطون. ماریتا در وا کن. ماری شما این چه میخواهد؟ عوض میخواهم، دیشب یه اتفاق کوچولو موچولو برام افتاده. یه اتفاق کوچولو افتاده؟ آره شما که میدونین قهوه جو چیه؟ آره اون بوم ترکیدش. چه به سر منو بیداری کردی که بگی ترکیده؟ بابا ساعت ده صبح، حالا دیگه وقت بلند شده. لعنت به این دنیا، من هر وقت دلم میخواد بلند میشم. حالا چی از من میخواین که قهوه جوش تو درست کنم؟ نه، فقط کافیه که یکم پودر قهوه به من بدی. پودر قهوه لازم نداری، شما پودر لازم دارین که بهتون شلیک کنن. آره این باعث شما لازم. نه، من فقط پودر قهوه میخوام. خب دیگه میرم واسه میرم، انقدر حرف نزن. وای نه باعث زحمت شما نمیشم، خودم میدونم چی کار کنم. من خودم نمیدونم قهوه کجا از یه سب کارم میارم دیگه. وای سر میام عجب آدمای پررو پیدا میشن والله. صبح جوری اومده قهوه میخوام. یعنی چی من قهوه الکی حالا چجوری پیداش کنم؟ اینجا که نیست، اینجا که نیست. آها اینه هشش.
آه درود به شوالیه که تونست قهوه رو پیدا کنه. اینو بگیر اینو بزنیم به چند. ممنونم ممنونم. رسی شکر رو فراموش کرده بودم. عصبانی نشی. دیگه داری با این کارو کوسه من سر میبری. عصبانی نشی شوالیه که واسه سلامتی خیلی بده. اگه اول صبح همسایه به هم دیگه کمک نکنه کار دنیا به کجا میکشه؟ بسیار خوب. الان شکر نامثبت کنی. میخوای کمکتون کنم که پیداش کنی؟ نه خیر. میدونی چیه؟ چهار تا چش بهتر از دو تا چش کار میکنه. نکنه اینجاست. اجازه بدید. خیلی ممنونم. نه شوالیه عوضی اشتباه کردی، این که نمکه. لعنتی ساب کن، ساب کن تو فجوری نکن. اینه هاش بیدش کردم. همه رو میلده رو زمین. بعد به تو پس میدم شوالیه. میدونین حقیقت رو بگین شوالیه، شما خیلی عجله دارین که من از اینجا بیرون بکنین. متوجه شدی؟ آره، کسی منزل شما هست درسته؟ گوش کن، مزایمت کم کنه فورا نگه خونه بارو بیرون کنه چکار کردی؟ اصلا میفته اصلا نشین شوالیه، همه رو بهتون پس میدم. ما آدم خوش حسابی هم آروم شوالیه، تو این سن و سال فشار خون میره بالا. بره تا جون از چشم آدم میگرد. آخه چی میشه؟ شما اینجا چی کنید که علاقه ریکاردو دارین دید میزنید؟ چی رو دید میزنم؟ من یه دقیقه اینجا نشسته بودم چون خستم و در زمین خود دلم آشوب شده بود. اصلا به تو چه ارتباطی داره؟ به من هیچی، من به هیچ وجه آدم فضولی نیست. باریکل کارای شما به من ربطی نه. آفرین. میدونین که من فردا لباس میشورم، اگه لباس چیزی واسه شستن دارین تعارف نکنین. البته که دارم، خیلی هم دارم. با امید دیدار تا فردا. مکه تو این خونه نمیشه آدم با خیال راحت ریشش هم بزنه. شب بخیر شوالیه. بازم چه تویی؟ بله خود خودم، من براتون شکر و قهوه رو بردم. خب تو میتونستی پس اندازش کنی، منظورم این بود که احتیاج دارم. اونقدرام گره شب جامعه نیستم آقای کرادو، متشکرم. خیلی ممنونم و شب شما بخیر. بفرم. معذرت میخوام، فقط یه دقیقه یه لحظه. نه حالتون خوب نیست؟ بگو ببینم تو از جون من چی میخوای؟ یه خواهش. من کافرم. چه بامزه، خیلی از این حرف خوشم اومد. شما همیشه حاضر جواب این شوالیه. ازتون اجازه میخواستم میتونم تلویزیون نگاه بکنم. یه برنامه پخش میکنم مربوط به شرکت های هواپیمایی بین المللی. آخه از من فیلم برداری شده و خیلی کنجکاوم بدونم قیافم مثل مالون براندو فوتوجنیک هست یا نه. ممنونم شوالیه. شما نباید با این صابونه روی صورتتون این برون بر برین. خیلی مواظب باشین، خمیرش اثر بدی روی پوست صورت داره. از ریشتراو چه برقی استفاده کنید؟ همین کارم میکنم. خیلی ممنونم. بفرمایید نگاه کنید. راضی شدید؟ قربون هیکلتون آقای کرادو. نه یکی داره میاد تو. خواهش میکنم، حتما خواهرزاده زنم. شما خواهرزاده هم داری؟ درسته. سلام کرادو. سلام دانیلا. ولی خواهرزاده تون چطور میشه گفت؟ خیلی قشنگه، واقعا قشنگه. دانیلا آقای آتنی رو بهت معرفی میکنم، ایشون همسایه ما هستن، این رو به رو زندگی میکنن. درسته. که شما خطر اجتماعی. خطر اجتماعی یعنی چی؟ معذرت میخوام، منظورتو رو نفهمیدم. هیچی، فقط یه چیزی همینجوری گفتم. بفرمایید نشین، میخواهش میکنم. نه داشتن میرفتن بیرون، مگه نه آقای عتنی؟ اگه عجله دارن مزاحمشون نمیشن، به امید دیدار. چرا با اون صابونای رو صورتت دور خونه میگردی؟ برو بشورش. همراهی تو میکنم، بفرمایید. میفهمم شما کار داری، میرم اون بار روبروی تلویزیون نگاه میکنم. واقعا دیدم تون جای خوشبختی بود. به امید دیدار. میدونین که غیر قابل باوره؟ چی؟ خواهرزادتون رو من خیلی اثر گذاشت، خیلی شباهت داره. میخواییم بگین که به خالش شباهت داره؟ وقتی دیدمش یه چند سالی به عقب برگشتم. بسیار خوب، شب بخیر. شب بخیر. Thank you.
ببینم چیزی میخواست. آره یکم آرامش میخوام، من فقط آرامش میخوام. حالا تو این خونه دیگه با در باد دوش میگیری دانیلا؟ بس کن دیگه، به نظر من امروز دیگه این کراکوری دیوونه هاست. خب ممکنه من دیوونه باشم، البته فقط به نظر تو. من فکر میکنم بین افراد فامیل یکم نزدیکی چیزی رو خراب نمیکنه. شب بخیر. بیا چه مسخره است. تو میدونی من چقدر دوست دارم؟ چون مهمه. بعد جمع میکنم. Il pericolo pubblico è in azione. Comas! Comas! Comas con il! C'è che cosa c'è? Ah! Comas con il! Marietta! Aiuto! Una cosa che cazzo? Ti noto gli emusseri! Gli emus? Un topo! Dove? Là! L'ho visto sotto il mio letto! Prendetelo! Ho paura qui! هم یه الان میگیرمش، نراحت نباشه دیگه. نه تو بیا برو تو اتاق من، برو بگی بخواه. خودم ترکیبشو میدم شوالیه، خودم ترکیبشو میدم، شما خودتون رو نراحت نکنید. من عاشق موشم، سب کنید تا براتون پیداش کنم. موش کوچولو کجایی؟ موش کوچولو بیا تو بود. شما میبینین شوالیه؟ نه یعنی نگاه کنین اگه یکم دولا بشین بهتر میتونین ببینین، مطمئن باشین. موشو مامانی، موشو تو بودی. چه احمقیم من، از اول بر فکرشو میکردم. کوچولو بیا، موشو کوچولو کجا رفتی؟ بیا میتونین ببینین شوالیه؟ چی رو میتونین؟ موشو دیگه. موشو خدا میدونه من کجا رو داشتم نگاه میکردم. کجا رو نگاه میکردی؟ نمیدونم کجا رو، من چه میدونم؟ آخه من میتونم چجوری نگاه کنم وقتی تو اون وسط وایسادی؟ نمیشه دید که. بیا بیرون، آخه کجا رفتی قایم شدی؟ موشو تو برو بیاد. اینا هاش، اینجاست، گرفتم. دانیلا میتونی برگردی به اتاق خودت، چون همه چی درست شد، حیوان دیگه گیر افتاد. با این چی کار باید بکنم؟ من چه میدونم، بذارش لای پلو بخورش، بعدم برو بگی بخوام. بیچاره، الان خودم آزاده بکنم، باشه؟ آزادش کردم شوالیه، شب بخیر. Thank you.
تو برای چی اینقدر غمگین؟ آخه همیشه سالگرد ازدواجمون میومدیم اینجا. به هیچ وجه نمیتونی فراموشش کنی؟ نه نمیتونم، اصلا نمیتونم. بسیار خوب، برای من یه برندی. اعتماد مدمزل سلامتی. چکم اجازه میدی؟ بله بفرمایید. ببخشید اینجا جای قشنگیه، اینطور نیست؟ آره بدش نیست. الان برمیگردم. اینجا فقط واسه شما جوونا خوبه. ببخشید میرقصیم؟ میتونم. من اصلا خوشم نمیاد که تو با یه غریبه برقصیدنی. اینقدر تازه خیلی دیر شده، نمیتونیم بیشتر از این بیرون بمونیم. خواهش میکنم، فقط 5 دقیقه. بسیار خوب. Thank you.
رو که با من اومد اینجا و چند دقیقه قبل با اون پسری که یه پیرن چارخونه تنش بود میرقصید ندیدین؟ فکر میکنم با هم دیگه رفته باشن اون پایین. از اونجا؟ بله از اونجا. متشکرم. خواهش میکنم. کوهایی که بهشت رو لمس میکنن، بهشت احساساتو. وقتی در اون دشت بالای کوهستان ها رسیدی کشف میکنی که ثروت یعنی هیچ، فقط عشق و دیگه هیچ. مزخرف نگو، دشت که پایین قرار گرفتی. پایین تو قرار داری، اشتباه تو در همینه. معذرت میخوام، پس تو کجایی؟ من توی دنیای دیگه هستم. چشماتو باز کن، تو دیگه تو کالج نیستی. تو هم با این حرفای بی ارزشت منو خسته کردی. اگه کالج چه عیبی داره؟ اونجا کارخونه اشراف سازیه، کارخونه راحت طلبیه، کارخونه تنبلیه، میفهمی؟ پس به نظر تو منم آدم تنبلیم ها؟ معلومه، فکر میکنی تو اون کالجه با آدم چی یاد میدن؟ زرنگی؟ من خیلی بیشتر از اونی که تو فکر میکنی سرم میشه، میفهمی؟ چند دقیقه پیش حرفاتو شنیدم. میتونم برقصم، به من اجازه میدی؟ من اصلا خوشم نمیاد تو با غریبا برقصی. واقعا که مسخره. به تو مربوط نیست که من تو زندگیم چیکار میکنم یا چیکار نمیکنم. خب پس میدونی که خیلی بچه ننه ای ها؟ بچه ننه شما انگلای اجتماعی. حالا دیدی که سطر پر از عقده و ترسی؟ این چیزه برای من مفهومی نداره. موضوع اینه که هر وقت دلم بخواد تصمیم میگیرم. پس چرا معطلی؟ تو از من خوشت میاد؟ مسلمه، وقتی میرقصیدم من تو رو درک کردم، تو هم منو. بنابراین حالا وقتشه که یه مچ آبدار ما رو میخواد. یه مچ روزی میشی؟ باشی. خیلی با احساسی. Beh, può bastare ora. Ma Dino, non penserai di piantarmi in asso a questo punto? Oh, confie, ma non va a guardare un bollo. خب، اگه موافقی میتونیم بریم گردش. موتورم همونجا بیرونه. تو با کسی نمیره بیرون. یه ساعته که دنبالت میگردم. بریم، تکون بخور، را بیو، یلا. خودت ایز بعد میبینم ایت. میخوام برای همیشه نظرمو نسبت به تو روشن کنم. راجبه چه چیزی؟ برای عشقای ناگهانی در مورد این هر دو. کدوم هر سه ها؟ هر چه باشن، تو دیگه اونا رو نمیبینی. من ابدا نمیذارم. ولی من دیگه یه دختر بچه نیستم. بچه یا بزرگ، تو خواهرزاده ی زن منی. این به تو اجازه نمیده که منو من کنی. همونطور که نمیتونی جلوی منو اونطور که دلم میخواد زندگی کنم بگیری. ببینم نکنه دلت میخواد منم تو یه کمد زندگی کنی یا نفتالین بزنی. درست مثل لباسای خالم، تو همینه میخوای یاری؟ اونطور که من دیدم برای تو آزادی یعنی آزادی در عشق بازی. معلومه، این یه چیز طبیعیه. من یه موجود زنده‌ام و نمیتونم رو احساساتم سرپوش بذارم. درست مثل خالت حرف میزنی. ولی شاید اون اینطور راحت صحبت نمیکرد. به نظر شما جوانا این کارای کثیف یعنی آزادی؟ چه آزادی قشنگی. یه فیلم بود در مورد مسائل عشقی آقای ریکاردو. در یه لحظه مرد تو چشمه دختر نگاه میکرد و میگفت چهره ای تو من به یاد یه چیزی میندازه. در حقیقت یاد زنی بود که تو خواب دیده بود، فهمیدی؟ و بعد اون خواب تو فیلم نشون دادن. اگه بدونین چقدر قشنگ بود. یه زن رو نشون میداد که لباس بلند تو دم پاهاش پوشیده بود، مثل آدم های روحانی، میدونی؟ به هر حال اینطور نتیجه میداد. عشقی که مرد از دختره میخواست
یه عشق روحانی بود، یه عشق بایم. اوه داری چیکار میکنین آقای ریکارد؟ حالا فیلمو عوض میکنیم. فیلم آقا باره دیدی؟ من ندیدم ولی اهمیت نداره. برام تعریف کردن یه داستان در مورد خشونت و بی‌پرواییه. بیا من یه تب بیا اون صحنه‌ای رو که مرده با دختره تو هواپیما اشبازی میکنه تکرار بکنید. میدونی مثل یه شیر درنده بهش حمله میکنه، لباسشو پاره میکنه، هر تیکش یه گوشه‌ای پرتاب میکنه و با دستای زمختش بدن لطیف اونو نوازش میکنه، با حرارت اونو فشارش میده، میبوسدش، بینیشو باز میگیره، گوشیشو قلقلت میده، خلاصه با دستاش تمام بدنشو لمس میکنه. و بعد مثل خمیر میندازه تش پایین. چی میتونه باشه؟ و در این زم هواپیما وارد ابرا میشه و ابرا رو سوراخ میکنه. آقای ریکارد رو تعریف کنین چجوری؟ اینجوری؟ اینجورم اینجوری؟ پرواز کردن چقدر خوش؟ آره ولی حالا فرود میام خلبان چرخها رو میکشه بیرون. خوبه چه درد میخورن؟ به چه درد میخورن؟ هواپیما سه چرخ. لو ویدی لو ویدی ادسو اولیامو اولیامو اولا اولا ای پاسو دمیو میو سیو ریکاردو و حالا میریم پایین، میریم روی باند، هواپیما میچرخه میغره. گوش کن این جریانو برای خواهرزاده زن شوالیه تعریف نکن. راستی بگو ببینم چه وقت دوباره باید ملافه ها رو بشوری؟ فوری. فوراً شاید یکم زود باشه، بهتر بذاریم واسه بعد. عقیدت چیه؟ همین کنین اگه بخوایی میتونم اضافه کاری کنم، من به صندوق کارگرها حرفی نه 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 حالا دیگه کافیه. خب پس من چیکار کنم؟ من بهت میگم چیکار کنی؟ ملافه ها رو ببر بده به خوشی. متاسفم، ای کاش یه دفعه دیگه هم باهاتون پرواز میکردم. روز بخیر. روز بخیر. زود سریع تند بگین تو باغ چیکار دارین میکنین ها؟ هیچی، دارم رنج میکشم. راجی؟ کرادو دلش نمیخواد که برم بیرون، تازه پای پیاده کجا برم؟ از بوینگ 727 خوشتون میاد؟ من که خوشم میاد. میدونین تولد هواپیما مربوط میشه به 17 دسامبر سال 1903، وقتی یه وسیله حساس دوباره موفق شد به هوا بره. ببینم اگه از هواپیما خوشتون میاد چرا نمیان بریم با هم موزه علم و تکنیک رو ببینیم؟ موافقم. خوبه. و اگه کرادو تلفن کنه میگم خوابیده بودم، زنگ تلفن رو نشنیدم. بسیار عالیه. خب دیگه را بیافتیم. پرواز برای انسان یه آرزوی دست نیافتنی بود، یه آرزو و فقط در عالم رویا. در دنیای قدیم هم همه آرزوی پرواز داشتن. این وسیله قدیمی که امروز ما رو به خنده میندازه، نمونه پیشرفت صنعت در زمان خودش بوده. در حقیقت ساختمان اون که از فلز ساخته شده بود قدم مهمی بود به جلو. فقط باید به برادران رایت ایبل گفت که برای اولین بار با وسیله چوبی پرواز کردن. پیشرفت انسان چیزی نیست به غیر از جنگ با اون چی که در طبیعته. خب شما بگین ببینم بدون وجود مخترعی این ما حالا در چه مرحله بودیم ها؟ مسلما من نمیتونستم از تو یا به لیما پرواز بکنم یا به هونولولو، در حالی که سفر برای من درست مثل تنفس کردنه. میفهمین چی میگم که اگه بدونین چقدر بهتون حسودی میشه، پرواز برای منم یه لذت دست نیافتنی. معذرت میخوام، میتونم تو خطابتون کنیم؟ البته. میدونین خاله تو هم از مسافرت کردن زیاد خوشش میومد. پس اونم کاملا میشناختین؟ آره میشناختمش، صورت خیلی شیرینی داشت، خیلی خوشگل بود. کرادو اونو هنوزم دوست داره، مثل اینکه واقعا زنده باشه. آره معلومه چرا، تو خیلی به اون شباهت داری. نه من با اون خیلی فرق دارم، خالم اصلا یه تیپ دیگه بود. نه تو نمیتونی قضاوت بکنی، میدونی بذار دیگرون این کارو بکنی. معذرت میخوام، یه لحظه پیش خود تو بودی که گفتی اون خیلی خوشگل بود. خودت هم میدونی عزیزم، درست مثل اون دانیلا. تو خواهش میکنم جلوی دستای هر زاتو بگیر، منو برسون خونه. تو هم مثل بقیه ما خلق اللات خرابه. بچه ننم بهم نگفته بود. برو برو هر چی میخوای خرید کن، باری کلا عجله نداشته باش که زود برگردی باشه. سلام دانیلا. چی میخوایی؟ اقلا بذار بیام تو، دم در بده. بیا تو. خب سوال عوض نشده، بگو چی میخوایی؟
اومدم برای اتفاقی که دیروز تو موزه افتاد ازت معذرت بخوام. بگو ببینم نکنه حالا اومدی اینجا تا اون اتفاقی که دلت میخواست بیفته. نه باور کن نه. ولی من اینطور احساس میکنم. گوش کن دانیلا، دلم میخواد تو منو اونطور که هستم بشناسی. اینجا همسایه ها همه میدونن که تو چی هستی، به خصوص در مورد کارهای شبانت و شامپاین. فراموشی؟ به خاطر فراموشی؟ کی؟ تو. چرا دلت میخواد منو فراموش کنی؟ چون دوستت دارم. منو دوست داری یا فقط میخوای با من سرگرم باشی؟ چی باعث میشه که اینجور فکر بکنی؟ صداهایی که هر شب میشنوم. ضعف انسان ها مرد توسط خاک و گل احاطه شده، ولی من احتیاج دارم. احتیاج به چی؟ به عشق، به علاقه، به حرارت. یعنی به حرارت یه زن؟ نه هر زنی. به هر حال برای شما مردو فرقی نمیکنه. نه برای هر مردی. اگه یه نفر یه زنو دوست داره، خیلی عاقلانه است که فقط اونو دوست داشته باشه. در غیر این صورت با یه سگ ولگرد چه فرقی میتونه داشته باشه؟ چطوری کردو؟ واقعا دلت منو میخواد؟ واقعا دلم تو رو مخواد. نه زن دیگه ای رو. چی میخوای بگی؟ تو عاشق خالم نبودی؟ منظورت از این حرف چیه؟ یالا ریکاردو. آره، عاشق و دیوونش بودم. فکر میکنم اونم یکم به من علاقه داشت. بعد شوهر خالت یه روز ما رو با هم دید و فکر کرد ما با هم رابطه داریم. و این یه حقیقت محض نبود؟ نه. پس به خاطر جبران گذشتت میخوای چیز رو که از خالم نتونستی به دست بیاری با من به دست بیاری؟ نه، حتی امید به اونم زیاده. تو فقط واسه من یه رویایی. یه رویا که با جت تو آسمونا دنبالشم. باور کن راست میگم. نه ریکاردو، من تحمل اینو ندارم که یه مرد به خاطر من رنج بکشه. خب اگه ناراحتت میکنه پس چرا معطلی؟ تو چی فهمیدی ریکاردو؟ کی؟ اول بیا. از جت تکو نخور. ولی من تنهایی میدارتم. خدای من ببین کی اومده. کی؟ کشتیران همیشگی از رو رسید. کی کیران؟ به تو مربوط نیست، برو به کارت. تو قول دادی که با هم بازی میکنی، من همینجا میمونم. شفیعت؟ هی ناخدا، من اینجام. روز بخیر. همونطور که میبینی سر قول خودم وایستادم. پیدا کردن خونه کار ساده ای نبود، ولی جوینده یابنده است. آدرسو گم کرده بودی؟ نه، ولی خیلی جشن تا منظر شما رو پیدا کردم. چطور شد یاد من افتادی؟ باید بگم بعد از ملاقاتمون تو اتوبوس، بعد از اون چیزایی که راجع به خودتون برام تعریف کردین، راجع به خانوادهتون، راجع به کالج، خب دیگه شما خیلی لطف کردین. بله، من به خاطر کارهای شما بهتون مدیون بودم. خب تازه من اینجوری هم دیگه، دلم میخواد حرف بزنم، راحت با همه دوست میشم. من واسه همین اومدم. کار بدی کردم؟ تو مال احمق. چی گفتین خانم؟ تنتا دی فاره دو کیاکیره. کومه دیچیو؟ هیچی، گفتم که وقت خوبی رو انتخاب کردین، امروز واقعا قشنگه. بله، ولی نزدیک بارون بگیره. نه بابا، من ناقابل بگردم. آه در... فیوری. آه درست، از چی خوشم میاد، عالیه، بذارینشون همونجا. اونجا؟ دوبه. دوبه واله. پیانو طرف. خب دیگه، یه جایی بذارین دیگه. باشه، خیلی خوب. آفرین، تو اون گلدون. Mi scusi, ma non potrei salire un momento da lei. Lei capisce che è una ragazza per bene? Certo, certo, capisco perfettamente. Sarebbe sconveniente. Anzi, scusi se mi sono permesso di insistere. Solo che... Solo che cosa? Purtroppo devo lasciare Milano. La mia nave salterà dopodomani. Devo fare il giro del mondo. È un percorso interessante. Che rotta fa? Non so, dipende dal comandante. Sa, è per la promozione. È una cosa inebriante, meravigliosa, stupenda. Le fa piacere? Sì, sì. Ecco, forse detto da qui le sembrerà ridicolo, ma io vorrei dirle questo. Dal primo giorno che l'ho vista, non ho fatto altro che pensare a lei. Davvero? Glielo giuro, mi prenderà per pazzo. Eppure è la verità. E sono qui per dirle che le voglio bene. Non l'ho mica offesa. No, affatto. Continua, continua pure, continua. Mi ha detto continua. Daniela, posso? Che cosa vuoi fare? Vuoi che venga su? Sì, sì. Arrivo. Tu mi tieni via i buoni affronti. No, ma te ce mi tieni via un buono. Zut bosch. Guarda.
آخ عزیز من، دوست دارم دلیرم، دوست دارم عشق منو. لعنت بر شرکون. خدای من خیلی ناراحت شدی عزیزم. نه چیزی نیست. خب دیگه من میرم، پس فردا ساعت 4 توی ایستگاه اتوبوس منتظرتم دانیلم. میخوام قبل از حرکت حتما ببینمت. ملاقات جالبی بود. آره خیلی جالب بود، هرگز فراموشش نمیکنم عزیز دلم. منتظرتم. خداحافظ. خداحافظ. حالا دیگه کافیه، فهمیدی؟ نه دانیلا، نه تو دیگه مو چه پاتم اون چاتو میدادم. حالا دیگه وقتش نیست. مگه من چیکار کردم؟ مگه بی‌تربیتی کردم؟ دیگه نمیخوام بهت بگم. دانیلا، برو بیرون. دیگه منو بیرون می‌کنی؟ برو بیرون. آخه گوش کن. ببین چی میگم دانیلا. گوش کن. آخه دماغم. وای. بریم من. سیگاری منو میده. بیا. قبل اعتراض کنم میدونه. بیا. روشن کردی؟ بله من روشن کنم. آتیش سلام بچه ها. این نگاه کن کی اومده؟ یه قرن میشه که پیدا دوست. تنهایی؟ پس آقا و صاحبت کجا؟ خفش و من صاحب ندارم، روشن شد؟ یالا دیگه عصبانی نشو، داشتم سر به سرت میذاشتم. چه عجب امشب موزیک نداریم. آتیش بدونه تو هند امشب شب دیواله، جشن ما، مامونو جشن میگیریم. به چه ترتیب؟ دوره هم میشینیم با هم میگیم و حال میکنیم. دانیلو بشین. بس کنیگه این سوالات احمقانه چیه؟ اگه احمق نبودم اینجا چی کار میکردم؟ فکر میکنی کاری درست بیه؟ یالا وزی تازه شروع کاره. چرا؟ بعد چه اتفاقی میفته؟ ساکت، فقط افکارتو متمرکز کن. شوالیه برای سلامتی در این قدم میزنی؟ شما اینجا چیکار میکنی؟ خب چون اینجا زندگی میکنم دارم برمیگردم خونه دیگه. تنها؟ خب فعلا آره، بعدا از راه میرسه. ببینم چرا ازم سوال کردین ها؟ هیچی، فکر میکردم یعنی خدافظ. خیلی soffitto stia fermo. È una questione controversa, può darsi che siamo noi a muoverci. Tira forte, aspira in profondità. Ehi bella, passami sto spinello. Un momento, comincio solo ora a provare qualcosa. Libertà è poter disporre del proprio corpo secondo gli istinti naturali. Ma perché Om non lo dice nessuno, Stefano? Abbandonati, libera il tuo corpo, i tuoi impulsi inconsci.
Aspetta, faccio da me, altrimenti mi stacchi i bottoni. Sono tuo zio. Non mi riconosci? Tuo zio Corrado. Corrado, 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 mi piace. No, Corrado, no, per carità, Daniela. No. No, con me, sì. No, no, non andar via. Non andar via. Non andar via. Baci, Baci, Shede. ای که باقی برای تنو افتاده وقتی اومدین تو دیدم کارزاده زن تو گوش کنید اون کارزاده زن من حرف میزنه من خاطر برای میشم همین چه باشه به مرکز اورژانس خبر بدم خواهش می‌کنم اینجا بله ولی آخه من کسی خیر ندارم یه بیت خورده یه کوچیک فاطمه چه 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 من کمکتون کنم آخه شب بخیر آقای رئیس. بفهمید. ممنونم. الو دانیلا. این دفعه پنجمه که تلفن میزنم جواب نمیده. الو دانیلا. الو. عرض کنم که بذار بشم. الو دانیلا خواهش میکنم حرف بزن. دانیلا چرا جواب نمیدی؟ الو دانیلا چرا جواب نمیدی؟ الو 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 گوش کنیم. خواهش میکنم. شما مواظب اینجا باشین من یه سرپا میرم. خیالتون راحت باشه قربان.
بودم پرادو. دانیلا، میشه بگی معنی این کار دیگه چیه؟ این کار نیست، فقط یه تجربه است. منظور چی؟ میخوام بدونم افکار تو واقعا درستن یا داری یه چیزی رو از من مخفی میکنی پرادو. من حرفای تو رو نمیفهمم. دیشبم حرفای منو نمیفهمیدی. وقتی تو اون لحظات بحرانی داشتم دست و پا میزدم، تو به خاطر آرامش وجدانت منو لارنس صدا میکردی. به نظر تو من چیزی به غیر از یه حیوان نیستم که باید اطاعت کنم، ولی من یه انسانم و هر کاری که حس کنم انجام میدم. کاری که تو میکنی کار ولگردایی کنار خیابونه. درسته، ولی تو از داخل کثافتی، تو مغزت. چون وقتی دارم دوش میگیرم منو نگاه میکنی، یه جور دیگه نگاه میکنی، نه مثل یه تصویر. میفهمی؟ این حقیقت نداره. من همینطوری تو رو نگاه نکردم، چه برسه به اینکه با علاقه نگاه کرده باشم. نه، اون شب وقتی تو اومدی تو اتاق خواب، من بیدار بودم، نگاه تو رو، نفسهای تو رو حس میکردم. دیگه از اینکه روله روح رو بازی کنم خسته شدم و واسه همینم خودم رو آزاد کردم. چی این کاری کردی دانیلا؟ چرا؟ همین چسبیدن به این لباس است که تو رو به این وضع انداختی. منم اونا رو واسه همیشه از بین بردم و اونایی هم که به تنمه از بین میبرم. تو نمیخوای بفهمی که اینو فقط چرت کهنه است که تو کمد آویزونه و واسه تو هرگز نمیتونه یه زن کامل بشه؟ اون لباس تنها چیزایی هم که ازش برام باقی مونده. نمیشه آدم عاشق لباس باشه، اون دیگه مرده، ولی کسی نمیتونه عشق اونو ازت بگیره. نه، خاله تو منو دوست نداشت، هرگز منو دوست نداشت. چی داری میگی؟ داری شوخی میکنی؟ این حقیقته. من اونو زیاد از حد دوست داشتم و همین باعث شده بود که من مسائل اونطور که باید روشن نبینم. بعد یه روز یه نامه ای از معشوقش به دستم افتاد، باهاش قرار ملاقات گذاشته بود. منم رفتم اونجا، مثل یه آدم بیچاره تعقیبشون کردم بدون اینکه شجاعتشو داشته باشم که برم جلو. از اینکه اونو از دست بدم وحشت داشتم دانیل. خیلی کم با هم صحبت کردم، بعد از هم جدا شدم. از اون روز به بعد تو خودم فرو رفتم و شروع کردم به اینکه تصویرش رو دوست داشته باشم، تصویری که داخل من بود، تصویر تو. بله خانم، شما دارین با دفتر مسافرین حرف میزنین. من فقط یه کارمند دفتریم و کارهای رزرواسیون رو انجام میدم. آفرین خانم، به فروزگاه تلفن کنین. با امید دیدار، روز بخیر. خب دیگه؟ به هر حال، همونطور که گفتم متاسفانه امروز عقابا پروازی میکنن. چی شده؟ خلبانای هواپیما اعتصاب کردن. شما هیچ کاری نمیتونین بکنین؟ برای اعتصاب؟ من که خلبان نیستم. خیلی دلم میخواست باشم، اگه بودم منم حالا در حال اعتصاب بودم به جای اینکه اینجا وایسم و علف زیر پام سبز بشه. عقابا اعتصاب. ولی من باید حرکت بکنم. ولی کلا حرکت بکنی. بدون هواپیما فقط یه دفعه دارم، یه وسیله نقلیه اکیده، ولی همیشه در اختیارم. آتنی، شما رو پای تلفن میخوام. الان میام، شما برای آقا توضیح بدین آقا به وحشی چیه؟ الو، بله خودم هستم، بله. تو هستی دانیلا؟ منتظرت نبودم که تلفن کنی. آره، اینجام توی دفتر، چون یه تصادف برام اتفاق افتاد، داشتم یه موتور رو امتحان میکردم. وقتی روی بلونیا رسیدم به یه چای هوایی برخوردم، نزدیک بود بیفتم پایین و در عنفوان جوانی جوون مرد بشم. آه، فکرشو بکن، از 4 تا موتور 5 تاشون کار نمیکردن. خیلی وضعم خراب بود. واسه یه خلبان با تجربه کارهای دفتری چیز معمولیه. میخوایی منو ببینی؟ آتنی باشه، فورا. نمیبینی که وقتم گرفته است؟ باسم تکرار کن عزیزم. یه لحظه الان همینجا منتظرتم. آخ، پرواز میکنم، همونطور که ما خلبانا میگیم، پیش پرواز میکنم. آتنی اسی سنت ماله؟ ایو؟ ماله؟ مایستا بین نبودم جوون عزیز، امروز منم یه عقاب وحشی هم، منم اعتصاب میکنم. هرچه بادا بادا، ایشالا مبارک بادا. گررررم بررررم بام بام، آخ جون چی خویم. دررررم بام بام، دررررم دررررم بام 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 بام. یلا به ترتیب قد، آهان آماده باشین برکلا. اینو بذارم اینجا، این اماده باشین. وای اومدش. بفرمایی ریکاردو. ریکاردو، من خیلی بدبختم، به کمک احتیاج دارم.
دانیلا عزیز من چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ تو خیلی خوب میدونی چرا گریه میکنم. تو همه چیزو میدونی ولی خودتو به اون را میزنی. خب ریکاردو من چرا اینقدر بدبختم؟ برام لازمه که یه تصمیم جدی بگیرم. همه چیزو به ریکاردو بگو. بیشتر از این نمیتونم پیش کرودو بمونم. بعد از اون اتفاقی که افتاد میخوام از اینجا برم. میخوام زندگیمو دوباره از سر بگیرم. با یه نفر که فقط عاشق بدنم نباشه و واقعا دوستم داشته باشه. او ریکاردو من خیلی به محبت احتیاج دارم. خیلی نازنین مسلمه. مسلم. تو این دنیایی که پر از مردای بدی من بدون دفاعم. هیچ کس ندارم که ازم دفاع کنه. به هیچ کس نمیتونم تکیه داشته باشم. من خیلی تنها. من که هستم دانیلا. خودم ازت دفاع میکنم. تو ریکاردو؟ بله، البته معلومه که ازت محافظت میکنم. من ازت مراقبت میکنم. من ناجی تو میشم. در بس مال تو. چطور بگم تو من همه چیزمو با تو تقسیم میکنم. با من از وحشی‌بازی های مردم میتونی در امون باشی. آره کاملا مال تو میشم. آره ولی چطور ریکاردو؟ نکنه میخوای من اینجا نگهداری زیر این سقف با کرادو که تو خونه روبروی زندگی میکنی؟ من میخوام از اینجا برم و همه چیزو فراموش کنم. مسلمه یه روزی از اینجا میریم. نقشه دنیا رو میدم. هر جا رو که خواستی انتخاب. نه من فورا میخوام از اینجا برم ولی اصلا پول ندارم. یه دختر با دست خالی به استقبالم هر نوع خطری میره. ولی من که پول دارم احمق کوچولو. من خودم بهت میدم. تو چقدر خوبی. تو یه مرد قوی و سخاوتمندی. میتونی یه زن خوشبخت کنی. میتونم فوری حرکت کنم. یه جای پیدا میکنم. یه لونه کوچولو و همونجا منتظرت میمونم. ریکاردو عزیز من. آره عزیز من هر چی دارم میدم به تو. هر چی که دارو ندارم 974640 تا فعلا اینا کافیه. اگه ناراضی میشی 972000 تا بهت میدم. حداقل اینجوری حسابمو دیگه نمیبندن. خب بنویسم 972000. درست شد هم؟ متشکرم. قابلی نداره. این مبلغ فعلا برام کافیه. تو ترتیب کارا رو بدم برات نامه مینویسم. تو هم فورا بیای پیش من. پیش تو؟ آها. چهار دست و پا میام. آره به خاطر تو از پرواز دست میکشم. میگم یه کار رو زمین بدم به من. تو یه آژانس که بلیط پاره کنم. به خاطر تو هر کاری میکنم. خواهش میکنم همه چیزو با عجله خراب نکن ریکاردو. معذرت میخوام عشق من. حق با تو. عجله کار شیطونه. خودم هم تعجب میکنم. حق داری. یه مرغ فردا بهتر از یه تخم مرغ امروزه. یلا دیگه شامپاین. خروسای قدیمی هم قدرت و عظمت شرابای گازده رو حس میکردن. خروس هم میخواست. خروسای قدیم تو این دور زمونه خروسا همه ماشینی و بی بوته شدن. درست شدن یلا؟ آره درسته. چی رو درسته؟ ولی دانیلا من چی بد میره؟ که کسو فای؟ می سپاریو نا؟ ما così all'improvviso di brutto mi fai perdere quota. Torre di controllo. Ma Riccardo, non ti piaccio più, non mi vuoi più. Come no? Solo che prima volevo scopare la bottiglia, cioè stappare la bottiglia. Vuoi dire che non sono in grado di eccitarti e che hai bisogno dello champagne come con le femmine delle tue orge? Oh no! Nessun paragone è possibile con le femmine delle mie orge. Con te, Daniele, è tutto diverso. Tu sei l'Himalaya e le altre le valli di Comacchio. E adesso facciamo saltare il tappo. Non ho fatto pum. Sarà per la prossima. Carina. Le muschine, gashanghe. Cucciolue, vali hamerci dure. A te comodi andare. Are, hacci asa ser mom ziadie. Tu in già hess mi conam che tu cabine hava peima hessam. Ci cagliari mi coni? Na, uno ne. C'era? Na, hoish mi conam. Daniele, uno voz ne con. برای چی؟ من خیلی کنجکاوم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. یه وقت فکر نکنی که من یه عروسک لاستیکی عالیه واقعا. حالا برام روشن شد سایه های پشت پنیه. ولی دنیلا این یه شوخیه. یه شوخی احمقانه که یه نفر با من کرده. اون عروسک وحشتناک من قبلا نیده بودم. باور کن دنیلا من. این دیگه چیه؟ این چی؟ آره این آه اونه. نه بهش دست نزن. ممکنه منفجر بشه. نمیگم برای نه چرا نه خوبه پیشبینی همه چی رو کردی. نه قسم میخورم اون مال من نیست. یه دوست خلبانم از من خواهش کرد که براش اینجا نگر دارم. فکرشو بکن تا حالا خودم گوش نکرده بودم. اون رفیق منم اسمش ریکاردوه. اون من نیستم. چه اتفاق عجیبی مگه نه؟ کجا میدونی با اون چه شبایی سر کردی؟ تو با یه عروسک منم با
چند تا کهنه پاره. تو با کراد جفت خوبی میشین. واقعا عجب مردایی. تبریک میگم کازونو و یلکی خوش. تو از اینجا میری؟ طبیعیه. به هر حال از لحاظ شامپاین کم بود نداری. سعی کن زیاد نوازشش نکنی وگرنه بادش در میره. دانیلا. دانیلا. چی کار داری میکنی؟ مگه نمیبینی دارم چی کار میکنم؟ تو میخوای بری؟ آره دارم میرم، دیگه خستم کردیم. امیدوارم یه کسی پیدا بشه که منو به خاطر خودم دوست داشته باشه، نه به خاطر اینکه یادآور کس دیگه ای هستم. پس اون پیرهن کرم با اون دامن سبز چه گوری رفتن؟ اهمیتی نداره. همینجوری میخواستی بری بدون اینکه چیزی به من بگی؟ شماها دیگه دارین با این کاراتون حال منو به هم میزنین. هر کاری که دلتون میخواد میکنین. دیگه دارین خرف میشین. بله همتون. من میخوام ریشه زندگی رو در بیارم و تو آخرش اونو بخورم. برمیگردی؟ اگه کسی موفق بشه که نشونم بده مقصر منم، بله. دانیلا، صبر کن، تو اشتباه میکنی. خدا حافظ. دانیلا، به خودم امیدم نمیدادم چه یه روز بیاد. ولی تو حالا اینجا، این بهترین پریه یه زندگی منه. پس چرا با چمیدون اومدی؟ چون میخوام برم. چی شده؟ حالا دیگه وقتش رسیده که با چشم باز به زندگی نگاه بکنم. شوهر خالت چی؟ فهمیدم که نمیتونم واسه همیشه سربارش باشم. یه فکری دارم. چرا نمیای خونه ما؟ تو جنواست. خواهرم از اینکه تو مهمونش باشی خوشحال میشه. تو ناراحت نمیشی اگه شوهر خواهرم اونجا باشه؟ نه. پس قبول نداره ها؟ من فوراً برمیگردم. میای دانیلا؟ البته معلومه. آه. مزاحمم شوالیه؟ معذرت میخوام، میتونم بیام تو؟ میدونی این در خونه باز بود؟ خب منم بله، قهوه میدونین که کجاست، خودتون سرو کنید. آقا چه میدونین؟ بفرمایید، خواهش میکنم. نه شوالیه، برای قهوه نیومدم اینجا. خب چی میخواین؟ به نظرم اومد که شما هم تنها باشین. امروز حوصله کار کردن ندارم، روز واقعا بدیه. خدا میدونه چم شده. خب به نظرم اومد که ما دو نفر در حقیقت دو تا احمقیم. دو تا نفهم. خنده دار نیست؟ چرا آدم از خنده رودبر میشه؟ شوالیه، ناراحت میشین اگه منم یکم به موزیک گوش بکنم؟ آهنگ خیلی قشنگیه. روی امواج موسیقی خاطرات زنده میشه. ببینم شما از این موسیقی خاطره مخصوصی دارین؟ منو به یاد شخصی میندازی که خیلی دوستش داشتم. به اون شخص عشقشو عوض میکرد، مگه نه؟ نه، منو عوض نمیکرد. هیچ وقت عشق منو جدی نگرفت. اون خیلی به شوهرش وفادار بود چون اونو دوست داشت و براش احترام قائل. این امکان نداره. چنین زنی تو دنیا وجود نداره. یه زن استثنایی بود که حتی شوهرش هم اینو نمیدونست. اینا همش یه داستانه. شما اومدین اینجا یه مش مزخرف برام تعریف کنین چون دلتون میخواد که حرف بزنین، یا اینکه واقعا راجع به اون چیزی که میگین مطمئنید؟ قبول کردن این یه حقیقت هر کسی رو میسوزونه. هیچ کس بهتر از من نمیدونه. اون شوهر باید از زنش ممنون باشه. بله، حیف که زود متوجه موضوع نشد. متشکرم. درسته که من تو زندگی یه بدبخت واقعیم، ولی یه پیشنهاد قبول کنیم. یه بشقاب اسپاگتی بریم تو آشپزخونه. باری کلا شوالیه، شما میز حاضر کنیم، پخت و پز و سس و بقیه چیزها رو بذاریم بوکه من. خودتون ناراحت نکنید، همه کارا رو انجام میدم. موافقی؟ گوش کن، میخوای همدیگه رو تو خطاب کنی؟ اوکی کرادو. اوکی ریکاردو. زندگی به ما لبخند میزنه، ما هنوز جوونیم. مثل دو تا گرگ گشنه. خب حالا شروع میکنیم. سیر و جعفری. حاضرن، بفرمایید. خیلی عالیه. اسپاگتی ها بیرون. اسپاگتی داره میرسه. حالا من میرم که نمک بیارم.
ریکاردو اگه اجازه بدی من خودم نمک کار میرم. حق داری، کار دفعه قبل دیگه تکرار نمی کنم. اینم نمک. ریکاردو حالا دستپختم امیدم که بچشی. ببینم چه دستپختیه. اسپاگتی با فلفل سبزی. فلفل سبز تون؟ ببینم زیاد آدم حالی به حالی نمی کنه. راستی حرف حالی به حالی شده. اون مستخدمی که کارای خونه ی تو رو میکنه. خب چی شده مگه؟ واقعا سکسیه. سکسیه؟ تو از کجا میدونی؟ یه بغچه‌بندی داره مثل یه هندونه. برعکس دو تا هندونه. حالا دیگه خیلی با هم رفیقیم. میتونم برات بگم؟ نه بابا. برجه من. پس اونم اهلشه. چجورم اهلشه؟ من که حالا دارم بهت میگم. یه کار دنیا به آخر رسید. راستی اون الان کجا رفتی؟ آ فکر میکنم تو همون باشه. امروز روز مرخصیش، ازم اجازه گرفت یه دوش بگیره. چرا اینطوری میکنی؟ به جهت شمال غربی؟ نه ریکاردو میخوای چیکار کنی؟ موتورا با سرعت کم سقوط آزاد کرد علکی بیا دنبالم. نیست همه چیز بهتر با عهده من. من خجالت اول من اسراف کلید جدی بدم. ساکت 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 چی میبینی؟ آج بای یا لایزید باش نگاه کن. یا ببین به چه کاره میگه. اینقدر دست نکن. بپر نگاه کن. نگاه کن. قشنگ نیست این کاره. چشمتو بزن ببین چی میبینی. نگاه کن. چی میبینم آخه؟ شهر شهر فرنگی از همه رنگه. نگاه کن. ببین چی میبینی. نگاه کن. نگاه کن جانم. نگاه کن. فقط سیاه سفیده چه؟ سیاه سفیده؟ یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. چی داری میبینی؟ هنه بد میگه. وای عجبش به این میگه قشن؟ بی همتا؟ منظور منم نظر توه جون من؟ آره آی چه برای دیگه دلش اسپاگتی میخواد من سیر شدم والا ببینیم کی اول بره تو همون پش میندازی باشه؟ تو من تو من تو تو من کبریتی بی خطری تو پس من میرم تو بفرمایین آه شوالی ماریتا باید باید حرف بزنم یعنی انقدر فوریه خیلی فوریه